بنده دانشجو مهندسی بودم، من دانشگاه صنعتی شریف درس خوندم. البته دانشجو خیلی خوبی نبودم، جز تنبلاش بودم، ولی بالاخره اونجا درس خوندم، دوره دوم اون دانشگاه. بعدن هم در اثر یک حوادثی کشیده شدم به حوزه ویرایش و این چیزا. یعنی من اولین کاری که شروع کردم در زندگیم ویرایش بوده، هیچ وقت نون مهندسی نخوردم. بعدن علاقه پیدا کردم به تاریخ علم و فلسفه علم، به این دو چیز. و این دو اولی یعنی تقریبا حرفه من اونه، یعنی تخصصی اگر داشته باشم در تاریخ علمه، بقیه چیزا برای من کارهایی است که حاشیه ای کردم. خب بعدن هم رفتم تو همین رشته ها درس خوندم و مثلا دکترا گرفتم. چرا حالا من به تاریخ علم علاقه دارم و چرا کار میکنم؟ شما الان ببینید، ما یه مسئله ای در جامعهمون داریم و اون اینه که اگه شما آدمای مختلفی رو که میان حرف میزنن تو فضای عمومی، میشه به دو دسته تقسیمشون کرد. یه عده کسانی که معتقدن که ما ایرانی ها، ما مسلمان ها، ما شرقی ها، ما هرچی اسمش، اصلا هیچی نبودیم از اول، ما هیچی نداشتیم، همه چیز از غرب و ما این وسط هیچ کاری. یه عده دیگه هم که باز میبینید که میان تو تلویزیون اینا میگن همه چیزایی که اونا دارن مال ما بوده، دزدیدن. یه نوسان اینجوری هست بین در فضای ما که معمولا شما وسط پیدا نمی کنید. مسئله اینه که اگر حالا علم، فلسفه، اینا چیزای مهمی هن که خب حالا میشه خود در خود این بحث کرد که آیا واقعا مثلا اون چیزی که مشخصه مثلا تمدن جدیده فقط علم و فلسفه هست یا یه چیزای دیگه هم هست، این یه بحث خیلی باز. مسئله اینه که حالا اگه ما فرض کنیم که اینا چیزای مهمی هستند، ما ببینیم جامون این وسط کجاست، جای واقعیمون کجاست، فارغ از این که بخوایم همه چیز رو خوب دنیا رو بگیم مال ما بوده و از ما دزدیدن، یا اینکه بگیم نه اصلا ما هیچی نداشتیم و هرچی که بوده ما از دیگران گرفتیم و اینا. این به نظر من این کارم نمیشه با کلیات چیز کرد، با حرفای کلی نمیشه. آدم باید بره متون قدیمی رو که غالبا هم خیلی آسون نیستن بخونه و سعی کنه معنیشون در بیاره و تازه اون وقت میتونه یه داوری نسبتاً درست تری، حالا نمیخوام بگم 100% درست داشته باشه راجع به این موضوعات. این مقالات صحبتایی مثل این که غالباً خب تو سمینارها و اینا بوده، نتیجه اینه من به بعضی شخصیت‌ها علاقمند شدم و دنبال تحقیق در آثارشون رفتم. بعضی وقتا این تحقیقا میگم به نتیجه رسیده، بعضی وقتا هم نرسیده و سعیم هم این بوده که در واقع یه تصویر واقعی تری از این آدم ها در جلو چشم مردم و لااقل خوانندگانی که اهلش هستن ترسیم کنم. حالا اینکه چقدر، حالا یه مقدارش از طریق تدریس بوده، یه مقدارش از طریق نوشتن بوده، از طریق سخنرانی بوده. و خب به نظر من مثلا همین دو تا آدمی که الان ازشون اسم بردم، مثلا فخر رازی و خواجه نصیر طوسی، از لحاظ تاریخ فکری ما شخصیت‌های خیلی مهمی هستند و علاقه من بیشتر از این جهت بوده راجع بهشون. ولی خب اگه بخوام وارد جزئیات کارشون بشم، حرفا خیلی فنی میشه.